من مهدی احمدی هستم، نقاش. حدود 25-26 ساله به طور جدی نقاشی میکنم. نقاشی رم از زمانی به عنوان کار حرفه‌ای شروع کردم که خب جذابیتاش رو به من نمایان کرد. خب اون برمیگرده به خیلی چیزهای آدم، خیلی چیزهای شخصی آدم، به گذشته آدم، به کودکی آدم، به تربیت آدم، که چقدر دلبستگی داشته باشه به فرهنگ خودش. البته اعتقادی ندارم که نقاشی ایرانی، نقاشی فرنگی و اینا اصلا به نظرم خیلی تقسیم بندی غلطی. نقاشی نقاشیه، یعنی زبان نقاشی یک زبان عامه و یک زبانیه که حالا ممکنه از یک لوکیشنی، از یک بومی، از یک محلی برخیزد، ولی خب به هر حال هر هنری به نظر من، هر هنر جهانی اول بومیه. حتی شما مثلا تو موسیقی هم نگاه کنید، تو نقاشی هم نگاه کنید، مثلا موسیقیش، مثلا بتوون موسیقی آلمانیه ولی جهانیه، موزارت چه میدونم، روسینی تو ایتالیا، یا هر کسی، اینا اول بومیان بعد جهانیه. این مجموعه از 2 سال پیش حدوداً شکل گرفت، موضوعش و رویکرد نقاشی بهش در واقع با طراحی شروع شد. مسئله اصلی که تو این نمایشگاه بود کنتراست تیر روشن نور سایه است، در واقع یک جور به لحاظ فرم عمل کرده، فرمی یه ذره اکسپرسیو تر از اون برخورد شد. اونم برمیگرده به روحیه خودم و اون که چرا الان اینطوری هستم. شاید توی 2-3 سال پیش که این داشت تو ذهنم شکل میگرفت و خود کار داشت تولید میشد، اونقدر اون احتیاط برای رسیدن به یک فضای جدید توی نقاشیم یا طراحیم مانع از این میشد که خود رهاتر کار بکنم. تو این دوره به هر حال این رهایی بیشتره، چون بیشتر میدونم چی کار میخوام بکنم با این عناصر توی تصویرم. به هر حال نور و سایه و کنتراست تیره روشن خود به خود یک کمی ناچارت میکنه که از اون محافظه کاری در بیای و یه ذره صریح‌تر و روشن‌تر یه جاهایی و یه جای تاریک‌تر حرف بزنی. اون چیزی که تو این نمایشگاه در واقع عمده بود برام، خارج از اون چیزی که در واقع موقع کار کردن کلن زیاد به چیزی فکر نمی کنم که بخوام مثلا شعاری بدم یا مطلبی رو بگم یا بینندم رو خیلی تحت تاثیر قرار بدم، خارج از این مسئله، خود کار، خود نقاشی است، خود رسیدن به یک فضای جدیده، به یک لحن حالا شخصی تر، عمیق تر، درونی تر، با استفاده از همون المان هایی که معمولا من باشون کار کردم در طی این سال ها، المان در واقع زن و نقاشی ایرانی. این دوتا به طور کلی، هم نقاشی ایرانی هم معماری ایرانی، استفاده از این عناصر، از اون دستاوردهایی که در واقع هنر در واقع این منطقه داشته و استفاده از عناصر یا نقوش یا حتی به طور مستقیم فیگورهایی که قابل امروزی شدنن، میتونن توی نقاشی که من میکشم یا طراحی که میکشم ازشون با یک بیان امروزی ازشون استفاده بکنم.
فقط صرفا فرمی نگاه میکنم، اصلا قائل نیستم که باید حتما ایرانی باشه. اگر عنصر فرنگی هم ببینم، اگر به کارم بیاد حتما استفاده میکنم، ولی چون فعلا محیطم اینه، فضای ذهنیم اینه و درگیریم بیشتر با این مسائل بوده تو این مدت، از اینا استفاده کردم. کما اینکه قبل از اون اصلا همچین عناصری رو استفاده نمیکردم، چون تو فضای ذهنیم نبوده، دغدغه‌ام نبوده، یا مثل نقاش اروپایی یا مثل نقاش فرنگی با همون دید، یعنی فضا سازی هم فضا سازی یه سه بودی، اگر هم دو بودی میشد با یه رویکرد نقاشی در واقع غربی یا خیلی چیزهای دیگه. در مجموع اینا یه تلاشی برای رسیدن به یک فضای جدیده. این هم بخشی از کار منه، یعنی این مجموعه بخشی از کاری است که من برای رسیدن به یک زبان و یک لحن جدید در کارم انجام میدم. برای بعضی کارام نمیتونم اسم بذارم، یعنی اغلب این کارهایی که دارم انجام میدم قبل از اینم انجام دادم اسمی نداشتم براش، چون عمده ترین مسئله برام رسیدن به یک زبان تصویریه. برای همین به زبان تکلمی و زبان نوشتاری خیلی فکر نمی کنم، با اینکه هر کدوم از اینا واجد محتواهایی هستن، محتوای حتی اجتماعی شخصی، شاید دلم میخواد این محتواها رو ازشون بگیرم و بیشتر فرم و اون زبان تصویریه برام عمده است.